و ما روز سه‌شنبه دیدبان حقوق بشر در آمریکا گزارش سال 2020 خود را درباره وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر کرد. تمرکز این گزارش بر سرکوب شدید در چین است. دیدبان حقوق بشر میگوید در زمره بدترین رفتارهای پکن باید از زیر نظر قرار دادن میلیون‌ها مسلمان اقلیت قومی اویغور و بازداشت آنها سخن گفت. همچنین در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران نیز سخن گفته شده و از برخورد بسیار خشن حکومت با فعالان ایرانی، خصوصا زنان که علیه حجاب اجباری اعتراض دارند، به شدت انتقاد شده است. مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در سازمان ملل متحد با کنس راس مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کرده و اکنون از دفتر صدای آمریکا در سازمان ملل با ماست. مارگارت، مثل اینکه دیدبان حقوق بشر خیلی نگران برخورد دولت با معترضین است. Yes, they have. بله. این نگرانی رو گفتن. نگرانی خودش رو از توسل زیاد به حد به زور از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان ابراز داشته. کن راد رهبر این گروه با ما صحبت کرد و گفتش و خواستار این شد که تحقیقات مستقلی انجام بشه. I'm worried about the increasing confrontation between the protesters and the security forces because من درباره روی فزاینده معترضان با نیروهای امنیتی نگرانم. در گذشته دیده ایم و میترسم در آینده نیز شاهد باشیم که نیروهای امنیتی بخواهند به هر نوع خشونتی برای سرکوب معترضان دست بزنند. متاسفانه باید گفت این اقدام در گذشته موفق بوده است. کن راس همچنین صحبت کرد با ما راجع به اینکه مقامات ایران واکنششون چگونه بوده در برابر سرنگونی هواپیمای اوکراینی در مقایسه با اون چی که مردم ایران مطرح میکنن. And there's a certain irony here that the Iranian clerics طنز قضیه اینجاست که روحانیون حاکم بر ایران درباره کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی پوزش خواهی می کنند، اما به کشتن معترضان در خیابانها ادامه می دهند. امید من آن است که یک تغییر ریشه‌ای در رفتارشان را شاهد باشیم. بپذیرند که مردم ایران دلایل قاطعی برای ابراز ناخشنودی از حکومتی دارند که به جای سر و سامان دادن به اقتصاد کشور و بهبود بخشیدن به شرایط زندگی ایرانیان، همچنان به اولویت‌های حفظ قدرت خود پایبند است. زمان آن فرا رسیده است که حکومت احترام به حق اعتراض را آغاز کند و آزادی‌های سیاسی را ارج بگذارد.